آقا این محصول رو میبینید چقدر خوش رنگ و لعابه؟ چیزی نیست به غیر از برندی سیب، قشنگ با چیپس بلوط و غلاف وانیل و جوز هندی هم آمیزش کردم، بمبی در اومده. خلاصه طعم و مزه خیلی خوب شده، حتما بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو کلیپ همراه من باشید که این برندی سیب رو ببینید چطور درست کردم. درود آقا و خیلی خوش اومدید به فراعلم. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که امروز دوباره در خدمتتون هستم و قراره با همگی یکی از خوشمزه ترین محصولات تخدیری یعنی عرق سیب رو درست کنیم. برای درست کردن این محصول تو مرحله اول اگر نگاه کنید 5 کیلو سیب رو من کاملا هستاشون رو جدا کردم، تر و تمیز آماده استفاده هستن. نیاز داریم، فرق نمیکنه که سیبتون چه مدلی باشه، سبز باشه، قرمز باشه، زرد باشه، مهم اینه که چی این سیب شیرین و آبدار باشه. به غیر از سیب اگر روی میز رو نگاه کنید من کشمش هم دارم. کشمش هم کشمش ایرانی هستش، از تاکستان اومده، قندا، یعنی یه چیز بهتون میگم چیز میشنوید. 2 کیلو هم اگر نگاه کنید من اینجا کشمش دارم، به علاوه این سیب ها همه رو میریزم داخل مخزن تخمیرم. اینم از مخزن تخمیرم که کامل از قبل همه رو شستم و ضد عفونی کردم که آماده کار باشه. سادگی اینم 2 کیلو کشمش شیرین. خب توی این مرحله 7 گرم پکتیک آنزیم دارم. به ازای هر 1 کیلو میوه‌مون ما 1 گرم پکتیک آنزیم اضافه میکنیم به این میوه‌هامون. پکتیک آنزیم چیکار میکنه؟ بافت میوه رو تخریب میکنه و کمک میکنه که این قند بیشتری میوه آزاد کنه زمانی که ما میخواییم بهش مخمر رو بزنیم و در نتیجه الکل بیشتری برای ما تولید بشه. ما 7 کیلو میوه داشتیم، 14 لیتر آب بریزم روی این میوه ها. بعد از اینکه آب رو اضافه کردیم میریم سراغ له و لورده کردنشون. اگر نگاه کنید من تیغه استیل دارم، حالا شما هر جوری که بلدید و دستگاهی که دارید حلیمش کنید تا اونجایی که میشه بره. آقا تا اونجا که میشد من له و لورده کردم سیبا رو دیگه، ولی خب زیرش کامل حلیم شده ولی روش حالا یه خورده سالم مونده. اصلا مهم نیستش به خاطر اینکه ما حالا چند روز آینده کار داریم و قراره لهشون کنیم، نگران نباشید. بعد از اینکه سیبا رو حالا تا اونجا که شد له کردید میریم سراغ اضافه کردن دکستروز. 14 لیتر آب ریختیم، به ازای هر 1 لیتر آب 150 گرم دکستروز میزنیم، میشه 2 کیلو 100 گرم دکستروز اضافه میکنیم. یه همه خوشگلم بزنم به این ملات اون دکستروز خوب حل بشه. بعد از دکستروز میریم سراغ اضافه کردن دیامونیوم فسفات یا دپ. من چون دارم مخمر نون استفاده میکنم حتما میاد که یه مکمل در کنار مخمر نونم استفاده کنم که هم قدرت مخمرم بره بالا برای تخمیر، وسط کار یهو سکته نکنه. همین که وقتی مکمل میزنی اون تولید محصولات جانبی مخمر نون کمتر میشه و تاثیر منفی کمتری روی ملاتمون میذاره. اما اگر شما انواع مخمرهای تخدیری با کیفیت توربو اینا که توی بازار ایران هستش در دسترستون هست، میتونید از همون مخمرها استفاده کنید و دیگه این ترکیب مخمر نون و دیامونیوم فسفات رو استفاده نکنید. حدودا 20 لیتر ملات دارم، 5 گرم دیامونیوم فسفات میزنم و دوباره یه هم میزنم به این ملاتمون. دیامونیوم فسفات هم بره خوردش. حالا بعد از اینکه دیامونیوم فسفات رو اضافه کردم با اجازهتون روی در و مخزن رو میکشم میرم سراغ
ریهیدراته کردن مخمر نان. اگر نمیدونید ریهیدراته کردن مخمر نان به چه صورتی هستش، لینک کلیپش کنار تصویر براتون قرار میدم، حتما کلیپ رو تماشا بفرمایید. توی این فاصله که حالا یه رو 20 دقیقه هم طول میکشه، این دیامونیوم فسفات ما قشنگ میره به خورد ملاتمون و ما حتما باید بعد از اینکه دیامونیوم فسفات میزنیم به یه رو 20 دقیقه بعدش مخمر رو ملات اضافه کنیم. در صورت بریم ریهیدراته کنیم مخمر رو برگردیم. خب آقا اینم از مخمر ریهیدراته ما. ببینید چه کفی کرده، اومده بالا قشنگ. 10 گرم مخمر هستش، چون میگم ما 20 لیتر ملات داریم، 10 گرم مخمر نان کفایت میکنه. بعد از اینکه مخمرم اضافه کردید، دوباره یه همه خوشگل بزنید به ملات. واقعیت برای این ملات دیگه آبسنجی اولیه معنی نداره، به خاطر اینکه میبینید روز اول نمیشه سیب رو قشنگ حلیمش کرد، لهش کرد، بره به خورد آب و آبسنجی دقیق نیستش. اما خب خیلی مهم نیستش، مهم نتیجه کاره که ببینیم چقدر الکل به دست میاریم و حتما پایان تخمیر هم با هیدرومت بهتون نشون میدم. کار دیگه نداریم با این ملات. اگر قفل هوا دارید، قفل هوا بزنید رو درب مخزنتون و ببندش. اگرم ندارید اصلا مهم نیست، مثل من یه پارچه تمیز بندازید روی مخزن، مخزن روی یک جای تاریک با درجه حرارت مناسب بین 20 الی 25 درجه قرار بدید، جایی که هیچ نوسانات دمایی وجود نداشته باشه. ما هر روز قرار این ملات رو هم بزنیم. با من همراه باشید، فردا برمیگردیم دوباره برای هم زدن. دوستان امروز روز سوم تخمیر هستش، همچنان یه سری از سیبای ما اونطور که باید و شاید له نشدن، هیچ مشکلی نیست. میریم با سراغشون که یه اکسیژن رسانی بکنیم و یه همی بزنیم به ملات. اینم از هم زدن روز سوم. بره بخواب ملات که فردا دوباره برمیگردیم سراغش. بله دوستان، امروز روز پنجم تخمیر این پوراب یا ملات اولیه سیب و کشمشمون هستش. میبینید یه لایه نازک همچنان روی ملات اولیه هم شکل میره که نشان دهنده اینه همچنان تخمیر یکم هستش. ولی خب اگه اجازه بدید یه هیدرومتر بندازیم روز پنجم، ببینیم وضعیت ملات در چه صورتی ازش. میبینید کاملا روز پنجم هیدرومتر رفت داخل و این نشان دهنده اینه که تخمیرمون تموم شده. اگه هیدرومتر نداشتید حتما الکل سنج دارید، برای پایان تخمیر الکل سنج هم میتونید بندازید، فقط برعکس هیدرومتر دیگه. ببینید هیدرومتر آخر فرو میره که صفر رو نشون بده، ولی الکل سنج میاد تا آخر بالا و صفر رو داره نشون میده. در صورت نشان دهنده اتمام تخمیر هستش، با اینکه حالا میبینید یه لایه نازک هم روی این ملات ما هستش. در صورت من امروز وقت ندارم تخمیرش کنم، یه همش میزنم فردا، یعنی روز ششم میریم برای تخمیر سیب کشمشمون، ببینیم چی در میاد. آقا امروز روز ششم تخمیر هست دقیقا. دیگه دیروز هم که ما آبسنجی انجام دادیم ملاتمون آماده بود، امروز اومدم سراغش ببین اصلا زلال شده دیگه، قشنگ رفته نشسته کف توفاله. دستگاه رو علم کردم، بریم مستقیم سراغ تخمیر. اگه نگاه کنید با یه آبکش خیلی ساده توفاله رو دارم از شراب خام که قرار از تخمیر بشه جدا میکنم. یه آبکش استیل خیلی ساده، ولی این کار خیلی تاثیرگذار هستش برای ساده تر شدن روند کار تخمیرمون و همچنین خوش‌طعم شدن محصول نهاییمون. حتما هم به شما پیشنهاد میدم این کار رو انجام بدید قبل تخمیر و
توفاله رو جدا کنید. دوستان تختی رو شروع کردم، فقط یه توضیح کوتاهی درباره روش تختیرم بگم که دارم از روش پات استیل استفاده میکنم، یعنی فقط دیگ یا کندانسور توی مدارم دارم که همون میشه گلابگیر خودمون، و از کندانسور مسی در تختیر اولم استفاده میکنم تا هرچه بیشتر ترکیبات گوگردی رو بتونم در تختیر اولم حذف کنم. اما خب تو تختیر دوم میاد از کندانسور پیرکس استفاده کنم که اگر این کندانسور مثل من در تختیر اول اکسید مس تولید کرده، در تختیر دوم حذفش کنم. حدودا 6 لیتر ملات اولیه ریختم داخل دیگم و به ازای اون 6 لیتر 60 میل از سر تختیرم جدا کردم به عنوان فورشات و آشغال میریزمش دور و ادامه تختیر اول رو تا جایی که الکل سنجم خروجیم رو 20% نشون بده ادامه میدم. وقتی که 20% رو بهم نشون داد دیگه تختیر رو استوب میکنم و میریم مرحله بعدی. حالا شاید تو ذهنتون این سوال به وجود بیاد که چرا مثلا ویگرو نمیدونم ریجنت باتل یا ستون تختیر استفاده نکردم برای این تختیر. به خاطر اینکه ما دنبال این هستیم که این طعم و بوی سیب و کشمش ما به محصول نهاییمون انتقال پیدا کنه. اگر این المان ها رو بذاریم سر راه مدار تختیرمون، باعث حذف بو و طعم سیب در محصول نهاییمون میشه. بنابراین فقط پیشنهاد میکنم از دیگ و کندانسور برای این تختیر استفاده کنید و هر المان دیگه ای دارید در مسیر تختیر حذفش کنید. بله دوستان، همونطور که توی تصویر میبینید آتیش اول تختیر سیب و کشمشمون تموم شد. حدودا تونستیم 4 لیتر الکل خام 40% به دست بیاریم از 20 لیتر ملات اولیه که داشتیم. تقریبا حجم و درصد بسیار مناسبی هستش. حدود 200 سی سی هم فرشات جدا کردم، یا همون سرگول که آشغاله، درصدش هم 65 هسته. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که چرا اینا کدر هستن. اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه من توی این مرحله بعد از اینکه فرشات رو جدا میکنم زیر دیگ رو کمی زیادترش میکنم که هرچی سریعتر این الکل خامم خارج بشه از دیگم تا هرچقدر کمتر ترکیبات گوگردی تولید بشه در زمان تختیر. قبلا توی ویدیو کلیپ مس در تختیر خانگی این موضوع رو توضیح دادم که وقتی میوه تختیر میکنید تو تختیر اول فرشات رو جدا کردید زیر دیگه رو کمی بیشتر کنید که سریعتر الکل خام خارج شه. در صورت الان میریم سراغ آتیش دوم کارمون. تمام این 4 لیتر رو میریزم داخل دیگ، آب خوشمزه و سبک بهش اضافه میکنم، درصد مایه رو میارم روی 20%، بعد دوباره تختیر رو انجام میدم. فقط با این تفاوت که این بار دوم تختیر رو هم ازش جدا میکنم، یعنی از 30% پایین رو جدا میکنم و دیگه قاطی محصول نهایی نمی کنم. فرشات هم به همون اندازه، یعنی به ازای هر 1 لیتر مایع داخل دیگ 10-15 سی سی جدا میکنم به عنوان فرشات و میریزیمش دور. اما این نکته هم فراموش نکنید که مدار تختیرم عوض میکنم، کندانسور مسمو بر میدارم و کندانسور پیرکس جاش میذارم. در صورت با من همراه باشید بریم سراغ آتیش دوم. بله دوستان، همطور که میبینید تختیر دوم هم دارم انجام میدم. کندانسور پیرکس رو بردم توی مدار و اگر نگاه کنید تقریبا 1 لیتر و 600 سی سی 67-8% فعلا گرفتم و تختیر هم ادامه داره تا برسیم به 30% که میشه دوم تختیر و تختیر رو استوب بدم. یه 100 سی سی هم دوباره فرشات جدا کردم ریختم به فرشات های قبلی. الان حدودا 300 سی سی هم فرشات آشغال یعنی داریم که باید بریزیم دور. در صورت تختیر رو ادامه میدیم تا برسیم به دوم تختیر و تختیر رو متوقف کنیم. بله دوستان، تختیر ما تموم شد و همینطور که روی میز میبینید حدودا 300 سی سی فرشات داریم که آشغال میریزیم دور. اما اینجا اگه نگاه کنید تقریبا 2 لیتر و 800 سی سی، 2 لیتر و 900 سی سی، 60% محصول به دست آوردیم که حجم بسیار خوبی هستش. توی این مرحله همینطوری در باز
بذارید محصولتون 24 ساعت استراحت کنه. این استراحت روباز یک روزه محصول خیلی کمک میکنه به افزایش کیفیت محصولتون، اصلا شک نکنید و این کار رو انجام بدید. اصلا هم به هیچ عنوان 10% الکل کم نمیشه، نگران نباشید. بنابراین 24 ساعت صبر میکنیم، فردا برمیگردیم و بقیه مراحل ساخت یک برندی سیب خوشمزه رو با هم انجام میدیم. بله دوستان، بعد از 24 ساعت برگشتیم و بریم سراغ آمیزگی عرق سیبمون و تبدیلش کنیم به برندی. من اینجا الان 700 سی سی از محصول 60%م رو جدا کردم، 350 سی سی آب معدنی می‌ریزم روش که درصدش بیاد روی 40 قرار بگیره. حدوداً الان میشه 1 لیتر محصول. بعد برای آمیزگی این 1 لیتر محصولم، اگر نگاه کنید، یک شاخه غلاف وانیل دارم، اوسط نصفش کردم، میندازم داخلش. همچنین 10 گرم چیپس بلوط مدیوم دارم، میریزم داخل بانکه. و همچنین جوز هندی دارم، اوسط یکیشو نصف کردم، طعم دهنده بسیار عالی هستش، میندازم داخلش. و 10 سی سی هم گلیسرین خوراکی دارم که اضافه میکنم به بانکم که این برندی بمب بشه. فقط این نکته رو عرض کنم بهتون که وقتی که گلیسرین خوراکی رو اضافه میکنید به محصولتون، برای اینکه حالا هم خوشمزه تر بشه، هم یه خورده گیراییش و افزایش بده، بعد از این دیگه نمیتونید الکل سنجی کنید و الکل سنج داخل این محصولتون دیگه دقیق کار نمیکنه. حالا درب این بانکر رو میبندم و اجازه میدم 3 هفته این بانکه من استراحت کنه. بانکه رو یک جای تاریک و خنک قرار میدم، هر چند روز یه بارم یه تکونی بهش میدم که قشنگ این موادی که ادویه‌ای که ریختیم داخلش طعم و مزه‌اش رو بوش رو بده به خورد محصول نهاییمون. این حدوداً 1 لیتر 600-700 سی سی محصولمونم همینطوری شما میتونید درصدش رو با آب کم کنید، بیاید رو 40 یا 45 درصد که مناسب نوشیدن بشه، بهش گلیسرین خوراکی بزنید، بذارید 3 هفته تا 1 ماه استراحت کنه و بعدش هم که آماده نوشیدن هستش. در صورت ما دیگه توی محل کاری نداریم، میریم و بعد از اتمام آموزگی برمیگریم و محصول رو با هم دیگه تست میکنیم. همچنان با من همراه باشید. دوستان، روز دوم آمیزگی برندی سیبمون هستش. ببینید چه رنگ و لابی گرفته این برندی. غلاف وانیل، چیپس بلوط چه شود. فقط عرض کردم خدمتتون که هر یکی دو روز یه بار یه تکونی به این بانکه بدید تا تمام این مزه ها خوب بره به جون این برندیمون که این محصول حرفه‌ای در بیاد. در صورت کاری با این بانکه نداریم، فعلا میذاریم 3 هفته آمیزگیمون پر بشه، بعد از 3 هفته حتما میایم سراغش برای طعم و مزه کردن ببینیم چی ساختیم. دقیقا بعد از 3 هفته برگشتیم و برندی سیب ما الان آماده هستش. توی محله کار خاصی نداریم، فقط اینو باید تسویه کنیم برندیمونو و این چیپس بلوط و این بقیه ادویه‌ای که ریختیم داخلشو جدا کنیم ازش و بریم سراغ تست مزه که ببینیم چی درست کردیم. این از مخلفاتش که جدا شد، این پایین محصول نهاییمون. با من همراه باشید بریم تست مزه رو بزنیم. بله دوستان، بالاخره لحظه موعود فرا رسید و اینم از برندی سیب ما. رنگ و لاب که دیگه جای تعریف نداره، توی تصویر کاملا مشخصه که چقدر هوس انگیز شده. یه شات ریز بریزم با هم دیگه تست مزه کنیم ببینیم اصلا چی درست کردیم. به 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 به، رنگ و لابو ببینید چی هست. لامصب یکم بو کنم ببینم چی شده. بوی قالب
بوی شیرینی میوه هستش، کاملا میخوره توی صورتت، منطقی هم هستش. سیب داشتیم، کشمش داشتیم، کاملا بوش میپیچه. بوی الکل خیلی خیلی کم احساس میشه، نزدیک به صفر کامل. بوی چوب سوخته و بلوط هم کاملا احساس میشه، با یه ته بوی وانیل هم به مشامم میرسه، ولی خیلی کم رنگ هستش این ته بوی وانیلمون. در صورت اجازه بدید یه مزه کنیم ببینیم چی هستش. سلامتی همتون. شوک الکلی اینطوری که بوم پانچ بزنه بهم اصلا نداره، ولی کامل احساس میکنی اون چنگ انداختن الکلو، هم روی دهنم هم وقتی قورتش میدم میره پایین، کامل یعنی خش میندازه دهنم. اولین چیزی که الان احساس میکنم چربی زیاد هستش، یعنی کامل چرب شده دهنم، خاطر همون گلیسرینی هستش که زدیم، کاملا چربی رو احساس میکنم. ته مزه میوه داره، اونچنان قوی نیست میوه که بهتون بگم کامل میفهمم سیب و نمیدونم کشمش رو احساس میکنم. ولی یک کم دقت میکنی کامل میفهمی که ته مزه میوه رو احساس میشه کرد. یک کم تلخی و تندی هم احساس میکنم، این تلخی کاملا دلنشینه، بیشتر به نظرم از همون گلیسرین میاد این تلخی، و اون تندی هم که داره از اون جوز هندی میاد که کامل دلنشینه. ولی در کل پروژه بسیار عالی بوده، یعنی مزه و بویی که ما تحویل گرفتیم نسبت به توقعی که داشتم اوکی هستش و قابل قبول هستش. در کل این بود روند کامل تولید برندی سیب کشمش، که امیدوارم بتونید توی خونه این محصول رو درست کنید، بزنید به بدن و لذتش رو ببرید. فعلا تا ویدیو کلیپ های بعدی، روز روزگار خوش. لامصب تیکه های این سیبا بزرگ، یعنی تیغه کوچیکی نمیگیره، مجبور شدم خود با دست اول خوردشون کنم. کار با عشقیه اصلا، کلن عرض درست کردن کار با عشقیه، حسلت سر نمیره، حالشو میبری. آقا امروز روز ششم تقطیر، ششم تقطیر رو از کجا بودی؟ تخمیر. ادمین پیج فرائلم هستم از بلاد کفر، در حال درست کردن ملات عرق سیب. به به، ببین چی شده. البته هنوز همه سیبا له نشدم، ولی خب در چند روز آینده حتما همه رو براتون له میکنم. بعد برای آمیزگیش اگه اینجا ببینید، ای بابا این افتاد چرا پس؟ اوه فرائلم کت شده، مهمترین قسمت کار، صافش کنم همه ببینم فرائلم. طلایی این چی بود؟ این تو لیوان کثیف بود. یا yeah.